جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که کشورش به تعهدی که در قبال حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان داده پابند است و به ادامه حمایت‌های نزدیک از قوای هوایی افغانستان نیز متحد است. بایدن در پاسخ به سوالی درباره این که با تشدید حملات طالبان در افغانستان آیا ایالات متحده قصد ندارد برنامه خروج نیروها را تغییر دهد گفت که از تصمیمی که گرفته پشیمان نیست. در 20 سالی که گذشت ما 1 تریلیون دلار مصرف کردیم. بیش از 300 هزار قوای افغان را آموزش دادیم و با تجهیزات عصری مجهز ساختیم. رهبران افغانستان باید با هم متحد شوند. ما در این جنگ هزاران کشته و زخمی دادیم. رهبران افغان باید برای خود و ملت خود مبارزه کنند. ایالات متحده بر تداوم تعهدات خود مبنی بر فراهم آوری حمایت‌های نزدیک هوایی و اطمینان حاصل کردن از این که قوای هوایی افغان قابل استفاده باقی خواهد ماند و تجهیزات لازم را در اختیار خواهد داشت اصرار داریم. با وجود دفاع رئیس جمهور بایدن از تصمیم خود برای خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان، برخی از کارشناسان آمریکایی میگویند که ایالات متحده با تصمیم دشواری در رابطه با افغانستان روبرو است. ایالات متحده با اتخاذ یک تصمیم بسیار دشوار در رابطه با اینکه تا چه حد تلاش خواهد کرد تا جلوی به قدرت رسیدن طالبان را بگیرد روبروست. به نظر من قدرت هوایی ایالات متحده تنها عامل است که میتواند معادله این جنگ را تغییر دهد. این تنها موردی است که ما هنوز درباره آن تصمیم نگرفتیم، اما میتواند تاثیرات عمده در بر داشته باشد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان مایل به کسب قدرت از طریق نظامی باشند با انزوای بین المللی روبرو خواهند شد. برای ایالات متحده، متحدین و شرکای ما به رسمیت شناختن و کمک به هر نوع حکومت آینده در افغانستان مستلزم 5 معیار است و باید برخواسته از یک توافق سیاسی باشد. معیار اول این است که باید همه شمول باشد. دوم این که باید به حقوق همه افغانها به شمول زنان و اقلیتها احترام بگذارد. سومین معیار این است که باید به شهروندان افغان اجازه بدهد تا در انتخاب رهبران خود رأی و نظر داشته باشند. مورد چهارم این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای تهدید ایالات متحده و متحدین و شرکای این کشور استفاده شود. و در نهایت این که با تعهدات خود از جمله با قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه احترام بگذارد. برخی کارشناسان آمریکایی اما میگویند که به نظر نمی رسد چنین مشوق‌های دیگر برای طالبان اهمیت داشته باشد. به نظر من برای طالبان دیگر مهم نیست که جامعه جهانی در مورد عملکرد این گروه از جمله خشونت‌ها، قساوت‌هایشان چه فکر می‌کند و می‌توان این طور تلقی کرد که طالبان از اعمال خود صرفاً به خاطر اینکه ممکن باعث ناراحت شدن جامعه جهانی شود صرف نظر نخواهند کرد. با وجود این که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیاد توسط تحلیلگران آمریکایی در مورد اینکه قصر سفید چه گزینه‌هایی برای تغییر اوضاع در افغانستان در اختیار دارد مطرح شده است، اما همه آنان به این نکته اذعان دارند که در نهایت بار مسئولیت هر نوع تصمیم احتمالی بر دوش رئیس جمهور بایدن قرار دارد.